سلام بنده عزیز تلویزیون آریانا، امیدوارستم صحت سلامت باشین. من نظیر عظیم کریمی باز هم از واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا خدمت شما قرار دارم و میخوایم در رابطه با اوضاع جاری که متاسفانه اوضاع نابسامان گفته میشه و شما نگرانی های از اینا دارین، مخصوصا عدم اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که مسئله بسیار حاد روز است. در برنامه فعلی خود مصاحبه اختصاصی داریم با محترم پروفسور دکتر علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخل افغانستان و فعلا استاد در پانتون مدافع ملی در واشنگتن دی سی، که جنابشان تجارب بسیار کافی داره و قبل از انتخابات ریاست جمهوری مسافرت های متعدد به افغانستان داشتن و طبیعی است که یک سلسله کارهایی را برای جمع‌آوری اقشار مختلف افغانستان انجام دادن. ببینیم که زحمات از اینا چقدر نتیجه داده و اوضاع چطور تحلیل میکنن. با اجازه شما سر صحبت با جناب جلالی آغاز میکنیم. پروفسور، سپاس تشکر از وقتی که با آریانا دادین. من طوری که در مقدمه می گفتم، اگر شما دلایل وضعیت نابسامان و به اصطلاح اوضاع متشنج کشور که ناشی میشه در ابتدا از عدم اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری یک تحلیل یا دیدگاهتان با بیننده عزیز شریک بسازین، خوش میشیم. از وضع افغانستان صحبت کردین. وضع افغانستان دفتن به این شکل نامده، محصول طرز العمل تمام اکتورایی که در مسئله افغانستان دخیل بودند در طول 12-13 سال گذشته محصول از اوست. ای به این معنا نیست که افغانستان پس رفته، افغانستان پیش رفته، پیشرفت کرده. افغانستان دیگه افغانستان نیست که 2001 بود و نه کسی میتونه که افغانستان عقب را دور بده پس به او حالت ببریش. افغانستان بسیار افغانستان است که دستاوردهای زیاد داشته، اما در این شکی هم نیست که افغانستان به چالش های بسیار زیادی هم مواجه است. شما در موضوع انتخابات، به موضوع انتخابات اشاره کردید. انتخابات در هر کشوری که باشه، مخصوصا در کشورهایی که از ثبات کامل برخوردار نیستند، یا باعث ازی میشه که مردم زیادتر متحد شوند و یا هم باعث ازی شده میتونه که مردم بیشتر متفرق شوند. این مربوط به درایت سیاستمدارای یک کشور است که تا کدام حد میتونن که منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح بدن و به خاطر امو آینده یک مملکت، به خاطر ثبات و رفاه آینده مملکت کوشش بکنن که با هم توافق بکنن. در انتخابات و در سیاست آدم همه چیز به دست نمیاره، یک چیز میته، یک چیز میگیره و این خودش امو استاندارد و رموز یک نظام دموکراتیک است. منظور تا سیاست مدارا کاندیدای دو کاندید پیشتاز است؟ کاندیدای پیشتاز هم سیاست مدارای افغانستان، اما در این زمان اونا تیمی دارن، در تیمیشان هم سیاست مدارای زیاد موجود است. مقصد ایست که به صورت مجموعی باید سیاست مدارای افغانستان کوشش بکنن که خیر افغانستان، خیر آینده افغانستان در چی است و چی چیز میتونه که مردم افغانستان از این مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که دامنگیر افغانستان است بیرون بکشه. برای سر یک چند فاکتش میتونین فوکس کنین که بین اید و کاندید پیشتاز که متاسفانه نتایج انتخابات به درازا کشیده کدام عوامل وجود داشته؟ فکر کنم بیشترش مسئله بی‌اعتمادی است و در غیر از او از نظر امو پروگرام و آجندا و امو نظریات هر دو کاندید اگر ببینیم فرق زیادی وجود نداره. هر دو کاندید در افغانستان نام خوب دارن، هر دو کاندید گذشته دارن در افغانستان که مردم او را به نظر قدر میبینن، هر دوش نظرات خوب دارن برای افغانستان، اما اینا در رأس دو تیم مختلف هستن. مسئله ایست که چطور این دو نفر میتونه که تیم های خود را طور منسجم بسازه، اما هنگ بسازه تا این که بتانن که به یک توافق کامل برسن. اما مدت طولانی را در بر نگرفت جلالی سر که انوز هم لاین حل مانده. مثلا راه های حل به نظر شما چیز که اینا به نتیجه نهایی برسن؟ فکر راه حل خود هر دو کاندید پیدا کردن، او ایست که کوشش بکنن که اول رای باز شماری شد تا معلوم شود که رای پاک و رای ناپاک کدام است. رای پاک از رای ناپاک جدا شود و در نتیجه از او خود کسی که بیشتر رای مردم داره او باعث رئیس جمهور مملکت زمام امور دست بگیره. این هر دو موافقه کردن و کار بسیار خوبی هم است و تا زمانی که کار نشود دیگه چیزا کار نمید. دومی که هر دو بر اساس قانون اساسی افغانستان کوشش میکنن که حکومت آینده را بسازن
و در عین زمان ای به این موافقه رسیدن که کسی که انتخابات میبره به اسرائیل و همه چیز نیست دیگر حذف کرده نمیتونه بلکه از تمام امکانات تمام استعدادهایی که در افغانستان موجود است تمام اشخاصی که میتونه یک قدمی بردارن برای بیرون کردن افغانستان از این شرایط مشکل اونا کلش باید در حکومت شامل باشند. بهتر است برای اینکه افغانستان از حالت بکشند به یک اجماع ملی برسند، به یک اتحاد کامل برسند تا ای که همه به صورت دست جمعی مملکت از این مشکل بکشند. در افغانستان رهبر خوب به کار است دیجامل و او در صورت که یک رهبر خوب معنای زیر داره که طرز دید وسیع داشته باشه و این طرز دید وسیعش باعث ازی شوه که کسی را حذف نکنه تمام کس استعدادهای مملکت تمام امکانات و ظرفیتهای مملکت رو استفاده بکنه متاسفانه در سالهای گذشته بسیاری ظرفیتهای افغانستان که میتونستن قدمهای موثر وردن در افغانستان حذف شدن کنار زده شدن و بنابراین افغانستان فعلا کمبود ظرفیت به کمبود ظرفیت مواجه نیست بلکه بله. از کل ظرفیت استفاده کامل نمیشه فکر نمیکنین که دستای بیرونی هم کار میکنه چرا شما گفتین و من میخواستم پرسانم بکنم که این معمول از کشورهای جهان سیوم یا کشورهای فقیر چون افغانستان یا در تمام کشورها طول میکشه به این مدت طولانی نتایج این مسئله میشه در هر جای است اما موضوع مهم ایست که کسانی که در مسائل انتخابات انتقاد دارن ناراض هستن از کدام طریق میخوان همون نارضایتی خود چه بکنه شکایت خود به کرسی بشانن یعنی که او مربوط به این میشه که آیا از رای قانونی میخواین برن قانونی که موجود قانونی که قبول کردن یا ایست که فرض میکنم که از طریق تشنج بیشتر سیاسی میخواین که این مسئله را حل بکنه. بله تشکر شما بیشتر از اجماع ملی یاد کردین. شما یکی از کسایی بودین که من یادم از مصاحبه متعدده که در گذشته برای شما داشتیم معمولا سفرهای داخل افغانستان داشتین و با دوستای دیگه تان چون جناب دکتر صبح خلیلزاد و آقای دکتر اشرف غنی احمدزی جلسات داشتین برای جمع‌آوری و متحد ساختن اقوام و همی حرکت را به نام اجماع ملی را اندازی کرده بودین. حال فکر نمی‌کنین که می حکومت که در سر سفر جان کری وزیر امور خارجه نتیجه حاصلش که اینا به نتیجه رسیدن که قرار است یک حکومت وحدت ملی را تشکیل بدن این حاصل اموی اجماع ملی است میشه یک مکس سر کار کرده خودتان در پیوند با انتخابات فعلی بکنید خب اجماع ملی یک کلمه جامعه است اگر تان باشه تقریبا 6 سال پیش در همینجا یک مصاحبه داشتیم با شما دوواد انتخابات سال 2009 پیش روی بود دوواد ما عرض ما این بود که مشروعیت در افغانستان تنها صندوق رای نمیبره مشروعیت از این میبره که مردم افغانستان تا کدام اندازه سر یک حکومت اعتماد میکنن حکومت را مردم سرش اعتماد میکنن که او به اساس یک اجندای ملی متعهد به یک اجندای ملی که مورد قبول مردم باشه به او اساس یک حکومت بسازه و دوباره من عرض کرده بودم که مسئله ایست که سه امو توافق بین سیاست مدار افغانستان ضرور است اول سر یک اجندای ملی یک پروگرام ملی یک برنامه ملی یک دید ملی به هم موافقه بکنن بعد از او در اساس از این موافقه تیمی را بسازن که به این اجندا متعهد باشه وفادار باشه بدون از اینکه چشم مقابل داشته باشن متعهد به او برنامه باشه سوم چیز به اساس اجندای ملی به اساس این تیمی که است اما انتخابات صورت بگیره و در انتخابات کسی که میبره با مو اجنده اما پروگرام ملی را تعقیب کنه ده هیچ شکی نیست که بعضی انتقاد به این دارن که اگر کل موافق باشند یک اجندای ملی اجنده انتخابات چی است مگر مسئله ایست که به اصول اگر موافق باشن مردم باز در فرد تطبیق از او امکان از راه های مختلف مردم کوشش بکنن که او اصول او برنامه را تطبیق بود بنابراین در صورت اختلاف سلیقه می آید اما مسئله عمده است که در اجماع ملی و در اجندای ملی اصول اساسی که افغانستان از بحران میکشه به او یک تعهد مجموعی به وجود بیاید بله تشکر یک مکس سر سفر جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا اگر داشته باشیم جناب جلالی به اساس متفاهم نامه که در حضور وزیر خارجه امریکا امضا شد
اینا نتایج انتخابات اعلان میکنن حکومت وحدت ملی به وجود میآید. هم مجرد که وزیر خارجه امریکا کابل ترک کرد این دو کاندید باز در تصمیمشان تردید به وجود آمد. شما همی نکات اختلاف نظر اونا را میشه بیان کنین؟ مسئله عمده ایست که ایالات متحده امریکا بسیار زیاد علاقه به این داره که سرمایه گذاری که در افغانستان برای ایجاد ثبات در مملکت کرده او به ثمر برسه و خود مردم افغانستان بتانن که با امکانات خود با کمک کم جامعه بین‌المللی بالاخره آینده خود بسازن. هر کسی که هر کشوری که در یک جای سرمایه گذاری میکنه کمک میکنه میکسد واقعا نگران ازی می باشه که سرمایه گذاریش و کمک کده او به جای و هدر نرو. یک کشوری که به این حد در مملکت دیگر دخیل بوده و علاقه به این داره که در مملکت ثبات دوام بکنه. این نگرانی رو واشنگتن هم در مورد افغانستان داره، این نگرانی واشنگتن در مورد عراق هم داره. بنابراین این طبیعی است که وقتی که مشکلات پیدا میشه برای کمک یعنی واشنگتن آمادگی نشان میده. سفر آقای کری به افغانستان با موافقه هر دو کاندید صورت گرفت و اینطور نیست که او رفته باشه و کوشش بکنه که هر دو را پس یک جای بکنه و بینشان یک موافقه را سر و سامان بده. در حقیقت با موافقه هر دو کاندید رفت، بایست یک شخص سالس. اما او موافقه که در مرحله اول در سفر آقای جان کری صورت گرفت اصول از او فرق نکده، منتها در طرز تطبیق از او مشکلات به وجود آمد که بالاخره ضرورت به یه افتید که باز هر دو کاندید یک بار دیگر صحبت بکنن و این مشکلات حل بکنن. در افغانستان ببینید که دو کاندید کس تنها دو کاندید نیست، دو کمپ است. در دو کمپ اشخاص مختلفی وجود داره. هر کاندید این مشکلات زیاده داره که تمام کسایی که به امرای از یک جای دو کمپ متحد هستن اونا را قناعت داده بتانن. و این مشکل دکتر صاحب عبدالله هم داره، این مشکل دکتر صاحب غنی هم داره. دکتر صاحب غنی بسیار کسای طرفدارایش که هستن، تا کسایی که در کمپش هستن فشار میارن سرش بعضی موارد. برای دکتر صاحب عبدالله هم کسایی که در کمپش فشار میارن. امیدوار هستم که هر دو کاندید بتانن بالاخره با قناعت دادن به تمام امو دوستای خود به این نتیجه برسن که جز یک حکومت وحدت ملی که سلف تقسیم چوکی ها نباشه مثل گذشته، صرف یک حکومت ائتلافی نباشه مثل گذشته که هر کس که وزیر شد تمام خیشه خود وزارت بره، یک کسی که یک وزارت دیگر گرفت تمام امو قوم خود در وزارت بره. نه، یک حکومت وحدت ملی کسی را حذف نکنه، کسی را از دولت خارج فکر نکنه مگر در عین زمان تمام استعدادهایی که از هر قومی که باشه این استعداد را داخل حکومت بره تا اینکه افغانستان از مشکل بیرونه. سر سیستم حکومتداری در افغانستان صحبت کردین جلال سیب، حکومتداری خوب چی نو است؟ مردم شاکی هستن از نوع حکومتداری و بعض از او مکس میکنیم سر از اینکه چی نو حکومت یا نظام در افغانستان کارآمد خواهد بود. معمولا حکومت ها برای خدمت به مردم به وجود می آید. کدام حکومت می تانه بیشتر امو احتیاجات مردم تامین بکنه، امنیت بشری را ایجاد بکنه و آینده مردم تضمین بکنه یا اقدامات بکنه که آینده مردم و آینده اولادش خوبتر باشه نسبت به آینده فعلیش. این حکومت ها خدمتگار مردم هستن، اما این خدمت ها چطور قدم میتن این مربوط به شرایط هر مملکت است. معمولا چهار چیز است که در نظام سیاسی در نظر گرفته میشه. اول یک جامعیت در قوت های دولت که قوت های اجرایی است و مقرنه است و چیست قضایی است، اجرای مستقلانه عمل بکنه و مقرنه صرف خدمتگار قوی اجرای نباشه و قوی مقرنه فقط در قانونگذاری امو رفاع و آسایش و مردم در نظر بگیره و ای نه نوکر قوی اجرای باشه نه بادار قوی اجرایی باشه. به ارتباط آقای جلالی پس حکومت ریاستی یا متمرکزه که در طول 12 سال آقای کرزی
ادامه داشت آیا موثر بود؟ من میام سر این موضوع. حکومتی که از وزارتخانه مختلف به وجود آمده، از نهادهای مختلف، اینها یک تو فکر بکنن و کلش متعهد به یک پالیسی ملی باشن، نه که هر وزارت برای خود یک پالیسی داشته باشه، هر وزارت برای یک کسی امو چی بده ترجیح بده به یک کسی دیگه حذف بکنه. جامعیت در داخل حکومت. سومش حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون بهترین وسیله است که وحدت ملی رو وجود میاره. مردم افغانستان اگر بفهمن که در دولت قانون رعایت میشه، حقی که اگر تلف شده باشه و دولت پس اون رو میتونه برای من اعاده بکنه، اگر من حقی داشته باشم، حق قانونی خوده، او رو گرفته بتانم، دوزاتی لازم نیست که با پشت هر گروه و هر شخص جدا باره که برای که حق از او جب بکنه برش تامین بکنه. او چهارمش مسئله ارتباط بین مرکز و اطراف است. کی چطور تنظیم میشه؟ آیا مرکز حاکم اطراف است که اطراف از صلاحیت نداشته باشه، یا اطراف اقدر قوی میشه که مرکز اعتماسرش نکنه؟ یعنی شما موافق هستین که نو نظام ریاستی یا متمرکز کاراگاز در صورتی که برتان گفتم که چند چیز رعایت بکنه. نظام ریاستی در کشورهای کار میته که در اونجا احزاب سیاسی هنوز رشد نکردن و یا در اونجا نهادهایی که دولت ساخته این نهادها رشد نکردن، اما این مربوط به خود ممالک مختلف است. من نمیگم که ریاستی خوب است یا پارلمانی خوب است یا این مربوط به است که شرایط مملکت باید داده بشه، اما هدف از کل است، هدف کل از این نظام هایی است که خدمت به مردم چطور میتونه به صورت موثر انجام شود. یعنی اگه حکومت وحدت ملی تاسیس شود و به اساس همین تفاهم نامه که در حضور وزیر خارجه آمریکا امضا شد، گویا دو سال بعد لوی جرگه دایر میشه و نظام یا سیستم به نظام پارلمانی ارتقا یا انتقال میافه. در قسمت نظر شما چیست و کیا باز شامل از حکومت وحدت ملی شدن میتونه به شمول مخالفین؟ قانون اساسی چیزی که در سنگ حک شده باشد تغییر نکنه. قانون اساسی همیشه بازنگری میشه. نظر به شرایط بازنگری میشه. شاید روزی قانون اساسی بازنگری شه، نظام پارلمانی در افغانستان به. و به نظام پارلمانی اگر شرایط امکانات در افغانستان به وجود بیاید مساعد شود، نظام بسیار خوب است در افغانستان. اما اون شرایط باید به وجود بیاید. در سالهای 2003 یک جنجال ما به امرای جامعه بین المللی و با دوستان داخل ما بود که انتخابات تا زمانی که شرایطش وجود نبه نکنه. این انتخابات پیش ازی که تفنگدارا خلی صلاح شون، پیش ازی که گروه های مسلح غیر قانونی غیر مسلح شون، پیش ازی که قانون نهادهای مملکت قوی شود، دوست انتخابات بکنیم، کل کسای انتخابات میاد توسط پول میاد توسط خیلی بدیل از باز دو شرایط چی بوده میتونه دوست ما گفتیم که دو شرایط خوب وقت گذشته حاله میگفتیم که مردم افغانستان اگر قانون تطبیق کنند، اگر یک نظام قانونی وجود بیه، اگر حاکمیت قانون تامین شود، اگر نهادهای مملکت دو سرمایه گذاری کافی شود، مردم این تحمل نداره که 5 سال دیگه هم صبر بکنن تحت دولت انتقالی. بله. اما انتخابات صرف به نام انتخابات، صرف به نام ازی که بر مردم و یک انتخابات انتخابات برگزار کرده، فکر میکنین که انتخابات نظیر همی ترهاییست که شما؟ نه اینه من نمیگم، از او وقت بسیار وقت گذشته. فکر میکنم هر انتخابات ریاست جمهوری 2004، انتخابات ریاست جمهوری 2009، انتخابات ریاست جمهوری 2014 کلش یک سیر تکاملی نشان میده. در 2004 شما ببینید کل کسایی که امکانات و تنظیم های قوی و مسلح بودن باید کاندید اشتراک کردن. بله. در 2008 نو تغییر کردی و پس آمدن به کاندیدای دیگه یک جای شد. در 2014 که میبینن هر دو تکت میبینن، تکت مختلف نمایندگی تمام مردم افغانستان میکنه، چیزیست که خودش یک تکامل نشان میده. بله. جلال نسی، بعض از کارشناسا من شنیدم از قول آقای ستار سیرت که گفتن اگر آپشن دیگه می بود بجای انتخابات یک حکومت موقت به وجود می آمد یا بیاید، با این نظر آقای سیرت شما موافق هستید؟
وقتی حکومت موقت گذشت، حکومت موقت افغانستان تجربه کرد و دوره ای که لازم بود، حکومت موقت بود آمد. بعد از او یک سفر طولانی دار مردم افغانستان 12 سال. فعلا بدیل غیر از انتخابات وجود نداره و انتخابات یگانه راه است که مردم افغانستان امو اراده خوده برای انتخاب امو رئیس جمهور و یا پارلمان ابراز بکنه. جلال صاحب یک مقصد دیگه اگه سر از میواجه انتقال بکنین که انتقال مسئولیت های امنیتی از سالای قبل 2000 چند من فکر میکنم که شروع شده بود، اما این از اکثریت لاین حل مانده. فکر میکنین که اگه انتقال سه سال آینده کار میته که تمام مسائل حل کنه، یا این مسئله بود که از قبل شروع شده بود و برای طولانی مدت ادامه پیدا خواهد کرد؟ خب گذار یک جامعه از یک حالت به حالت دیگه، مخصوصا یک جامعه که مثل افغانستان که سالهای طولانی جنگ دیده، این کار یک سال و دو سال و سه سال نیست. گذار افغانستان از او حالتی که داشت از 2001 شروع شده و این انتقال از 2001 شروع شده و به حل رسیده در این دوره طول یمی 12-13 سال، افغانستان به دستاوردهای زیادی داشته. از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی تغییر کرده افغانستان و این دوام میکنه. شاید 10 سال دیگه هم به کار باشه که افغانستان بالاخره به یک ثبات کامل برسه. بنابراین این انتقالی که ما میگیم، میگذار یا ترانزیشن که میگیم، ترانزیشن از 2001 شروع شده و این دوام کرده و دوام داره. این مسئله جدیدی که میگیم که انتقال امنیتی و سیاسی و اقتصادی، این بیشتر مربوط میشه به استراتژی خروج قوای خارجی از افغانستان. اونایی که به نام انتقال یاد میکنن، ترانزیشن یادش میکنن، در حقیقت استراتژی خروج است که از افغانستان براین، برای اینکه مسئولیت را به افغانستان بسپارن، برای اینکه مسئولیت را افغانستان بتانه به صورت درست از او از اودیش برآمده بتانه کوشش بکنه که قوای امنیتی افغانستان را تقویت بکنن، در عین زمان کوشش بی بکنن که افغانستان در امو ساحه سیاسی بتانه که به صورت مساومت آمیز قدرت از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگه بره. انتقال امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقوی، هیچ عنصر زی نمیتانه که به صورت، یا امکان نداره که به صورت مؤثر پیش بره تا زمانی که انتقال سیاسی به صورت درست انجام نشه که عنصر عمدیش امو انتخابات ریاست جمهوری است. اگر افغانستان به این شکل، مردم افغانستان انتخابات بپذیرن به این شکل و این انتخاب انتقال قدرت سیاسی مثلا منصور دیگر، این محاسبات همسایه ها رو هم تغییر میده و آدم باید این رو در نظر بگیریم که ما نمیتونیم که با عذر همسایه ها رو قانی به بسازیم که از مداخله دست بردن در افغانستان. بله، از همسایه یاد کردین. متاسفانه در شب روز راکت پرانی های پاکستان در مناطق شرقی و جنوبی و شرقی افغانستان زیاد پیدا کرده. جلالی صاحب، حال فکر میکنین که هم ربط به انتخابات داشته باشه و اندیشه چطور میبینین شما؟ از طرف دیگه واشنگتن و جامعه جهانی هم همینطور به اصطلاح سیربین نشسته و هیچ اقدام نمیکنه. فکر نمیکنین که وضع مملکت زیاد به مخاطره برده؟ متاسفانه مداخلاتی که از طرف پاکستان صورت میگیره در افغانستان این وقت نداره. نه مربوط به ایست که یه وقت انتخابات است یا نیست، هر وقت یک فرصت پیدا کرده پاکستان مداخله کرده در افغانستان. و فعلا هم راکت پرانیایی که میکنن، این فکر میکنه که افغانستان امکانات زیر نداره که به جواب بده و قراردادهایی که افغانستان به جامعه بین المللی هم داره او شامل این نیست که با از طرف افغانستان یا به نمایندگی افغانستان یا به کمک افغانستان به ضد پاکستان بشته. فکر میکنم که مهمترین مسئله است وقتی که افغانستان امکانات پیدا بکنه، بدون ازی کس امر بته یا نته، قوای سرحدی افغانستان وظیفه‌اش است که اگر سرش حمله شود حمله میکنه جواب میده باشه. قوای افغانستان اگر به خاکش تجاوز شد، خاص هوا تجاوز شد، از اگر امکانات داشته باشه بدون ازی که منتظر چی باشه، امر باشه، منتظر آمادگی باشه، مثل که بعضی آمادگی امر آمادگی میتن. نه، کسی که در سرحد است، سرحد حفظ میکنه، سرش حمله کرده جوابش میده. قوای سرحدی ما کامل است فکر میکنیم که من نمیگم که هست یا نیست. اگه امکاناتش داشته باشه، یه ضرورت به این نداره کسی برش بوه که تو حمله کو یا نکو.
ای وظیفه زود. ممنون جلالی صاحب. یک مکس دیگه سر پیمان امنیتی بازم که چقدر مرتبط است بر اعلام نتایج انتخابات پیمان امنیتی میان کابل واشنگتن که نظامی امضا نشده و در اون مدوده اگر ایانن امضا نشه تعهدات امریکا در چی حدود باقی میمانه؟ فکر میکنم که در مورد پیمان امنیتی مشکل زیادی وجود نداره، چون هر دو کاندید هر کدامش که انتخابات رو ببره ای وعده را کرده که در مرحله اول لی پیمان امضا میکنه. و از طرف پیمان امنیتی وقتی که امضا شد در طول سالها با انکشاف روابط بین دو مملکت این تغییرات شاهده میتانه، انکشاف کرده میتانه. بنابراین مسئله اول و مهمش که ای امضا شد و در این پیمان امکانات زیاد است که تغییراتش به دارند. اما اگر مسئله عمده است که آیا این پیمان پیش از امو جلسه ناتو، سران ناتو امضا میشه یا نمیشه؟ اگر نشود هم تا وقت کاندید معلوم نشود شاید بهتری باشه که دو کاندید برن اشتراک بکنن به جلسه ناتو تا اینکه اطمینان برای ناتو داده شود که دولت آینده افغانستان متعهد به ایست که همکاری های امنیتی خود با ناتو ادامه بده. بسیار تشکر جناب علی احمد جلالی از توضیحات تازه و فکرتان. امیدوار هستم که بیننده های عزیز با شنیدن صحبت های شما یک سلسله نگرانی هایی که پیشان موجود بود رفع شده باشه. ممنون شما، تشکر از شما. بسیار تشکر از شما.